مسئله مطرح شده بود در مورد مسئله هفت تپه، به خصوص بحث شکنجه که مطرح شده بود و خب هیئت رئیس و برخی از نماینده‌ها این درخواست رو مطرح کرده بودن که موضوع در کمیسیون امنیت ملی مطرح بشه. ما بلافاصله با تغییر دستور توی دستور گذاشتیم مسئولان هم شخصای وزیر هم معاونان و هم مدیر کل اطلاعات استان خوزستان در جلسه حضور پیدا کردن، فیلم هایی هم اومدن در اینجا منتشر کردن. اون چیزی که هست به هر حال در مسیر بازداشت و انتقال یه سری درگیری هایی صورت گرفته بین به هر حال آقای بخشی و کسایی که معمول انتقال و بدرقه ایشون بودن، ولی چیزی تحت عنوان شکنجه صورت نگرفت و حتی خود ایشون هم این موضوع رو مطرح کرده. منتها در مسیر به هر حال انتقال درگیری هایی صورت گرفته، 5 نفر منتقل شدن که از این 5 نفر شخصیشون فقط درگیر شد و درگیری هایی صورت گرفته، منتها تحت عنوان شکنجه کاری صورت نگرفته. یعنی کمیسیون به این رسید که این اتفاق نیفتاده؟ ببینید به هر حال بر اساس اسناد و مدارک و فیلمی هم که به هر حال مطرح شد، این فیلم منتشر شد، همه نماینده هایی که به هر حال موضوع رو مطرح کرده بودن تقریبا همشون اونجا حضور پیدا کردن. این نظری بود که ما بهش رسیدیم، تا میتونید نظر بقیه عزیزان هم بپرسید. فیلم چی بود دکتر؟ ببینید فیلمی که هست، حالا برحال مسائلی که شکل گرفته بود در صحنه آشوب ها و موارد از این نوع بود، تا اینکه برحال یه سری اعترافاتی که ایشون مطرح کرده بود. توی اعترافاتی که اینجا پخش شد، بله ایشون انکار نمی کنه، اعلام هم میکنه که وابسته به چنین حزبی هست. کدوم حزب میشه؟ حزب کمونیست، در واقع حزب کمونیستی رو، کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه. البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره، که سیاستش هم سیاست گسترش اعتراضات هست این حزب، و در یک کشور اروپایی هم در واقع پایگاه این حزب هست. این مسائل یه جنبه های ناروشنی داره، مثلا 20 روز بعد از بازداشت مثلا این مسائل میاد مطرح میشه. این مواردی است که یه سری به هر حال جفت‌سازی رسانه‌های خارجی در مورد این موضوع وجود داره، ولی عرض کردم اینجا به هر حال رسما اداره کل و وزارتخونه رسما هم اعلام کردن که هیچ گونه شکنجه‌ای صورت نگرفته.